قانون ترافیک، مراحات قانون، سلسله مراحات قانون در ترافیک به شکل ذیل می باشد. اول، رانمایی ترافیک و یا اشخاص معصب به این کار. دوم، چراغ ترافیک. سوم، تابلوها و علائم بالای جاده. چهارم، قانون راست بر چپ. رانمایی ترافیک و یا اشخاص معذب به این کار مهمتر از چراغ ترافیک، تابلوها و علائم جاده می باشد. در صورت موجودیت ترافیک و یا اشخاص معذب به این کار، شما باید به اشاره ترافیک ارج بگذارید، نظر به چراغ ترافیک، تابلو، اشاره و یا علائم بالای جاده. طور مثال، اگر شما در یک چارایی عقب چراغ ترافیک می باشید که سبز است و در عین زمان ترافیک به شما اشاره توقف را می دهد، شما باید نظر به اشاره ترافیک توقف کنید. در آلند و کشورهای پیشرفته، ترافیک اکثرا توسط چراغ، تابلو، علائم بالای جاده و قانون راست بر چپ تنظیم می شود. چراغ ترافیک، در صورت نبودن ترافیک، راننده ها باید مطابق اشاره ترافیک حرکت کنند. سرخ توقف کردن، چراغ زرد آماده بودن و یا توقف کردن و چراغ سبز حرکت کردن. تابلوهای کنار جاده، در صورت نبودن ترافیک، چراغ ترافیک، حق اولیت در جاده ها توسط این بورد ها و علائم بالای جاده تنظیم می شود. معنای تابلوها و علائم بالای جاده در درس قبلی مفصلا تشریح شده است. چرایی های یکسان، در صورت عدم ترافیک، چراغ ترافیک، تابلوها و علائم بالای جاده، قانون راست بر چپ باید مراعات شود. راننده هایی که از دست راست می آیند، حق اولیت بر راننده هایی که از دست چپ می آیند دارند. سرعت، حد اکثر سرعت در هر جاده فرق می کند. راننده ها می توانند از روی تابلو، علائم بالای جاده و خطهای بالای جاده، جاده ها را شناسایی کنند و کوشش کنند که سرعتشان از حد اکثر سرعت داده شده تجاوز نکند. محل مسکونی، این تابلو محل مسکونی را نشان می دهد و این تابلو زون سی را که در داخل محل مسکونی می باشد نشان می دهد. این تابلو را می بینید، سرعتتان باید حد اکثر 15 کیلومتر در ساعت و یا به سرعت پیاده رو باشد و اگر شما این تابلو را می بینید، حد اکثر سرعتتان باید بیشتر از 30 کیلومتر در ساعت نباشد. در داخل محل مسکونی اکثرا اطفال در حال بازی می باشند و یا اینکه کهنسالان در حال قدم زدن می باشند. در زن سرک ها و یا جاده ها در محل مسکونی تنگ می باشد، به امین دلیل شما باید به سرعت آهسته حرکت کنید و اگر شما به سرعت تیز حرکت می کنید، شاید که باعث خطر شوید. منطقه مسکونی و یا به زبان آلندی بینن به باودکام، وقتی که شما داخل یک منطقه می شوید، نام منطقه و عد اکثر سرعت توسط تابلو که در کنار جاده می باشد نشان داده می شود. در داخل منطقه مسکونی شما اجازه ندارید که تیزتر از 50 کیلومتر در ساعت حرکت کنید.
خارج منطقه مسکونی و یا بوتن ببود کام. وقتی که شما از منطقه مسکونی خارج می شوید، تابلوی کنار جاده ختم منطقه مسکونی را نشان می دهد. این به این معناست که شما با سرعت حد اکثر 80 کیلومتر در ساعت حرکت کرده می توانید. در ضمن سرک هایی که مناطق مسکونی را با هم وصل می دهد به این ترتیب خط اندازی شده اند. در صورتی که جاده هایی که مناطق مسکونی را با هم وصل می دهند به دو طرف توسط خط های شکسته و در بین دو خط شکسته خط اندازی شده باشند، شما می توانید با سرعت حد اکثر 80 کیلومتر به حرکتتان ادامه بدهید و اگر دو طرف جاده با خطهای شکسته خط اندازی شده باشند، شما می توانید خارج از منطقه مسکونی با سرعت حد اکثر 60 کیلومتر در ساعت به حرکتتان ادامه بدهید. شهرها. این تابلو داخل شدن در شهرها را نشان می دهد. جاده های شهرها دو طرف توسط خطهای کشیده و در بین خطهای شکسته و رنگ سبز و یا سبزه خط اندازی شده است. در شهرها شما با سرعت حد اکثر 100 کیلومتر در ساعت می توانید حرکت کنید. اتوبان. این تابلو داخل شدن در اتوبان را نشان می دهد. در اتوبان حد اکثر سرعت 130 کیلومتر در ساعت می باشد. اما این به این معنا نیست که شما همیشه با سرعت حد اکثر 130 کیلومتر در ساعت می توانید حرکت کنید. در بعض جاها سرعت آهسته تر از 130 کیلومتر می باشد. قسمی که شما در این تابلوهای برقی می بینید، حد اکثر سرعت در اینجا 70 کیلومتر در ساعت می باشد. سرک دخولی و خروجی. وقتی که شما داخل اتوبان می شوید، شما باید از طریق سرک دخولی داخل شوید و وقتی که شما از اتوبان خارج می شوید، باید از طریق سرک خروجی خارج شوید. در اینجا به شما نشان داده می شود که چه قسم داخل اتوبان شوید. قبل از اینکه داخل اتوبان شوید، سرعتتان را به اندازه کافی تیز کنید تا سرعتتان برابر با سرعت ارادجاتی که در اتوبان قرار دارند شود. شما اجازه ندارید که از خطهای کشیده بگذرید. شما باید صبر کنید تا به سرک خروجی برسید. سرک خروجی توسط خطهای شکسته که به شکل مربع می باشد و به زبان آلندی بلاک مارکرینگ یاب می شود نشان داده شده است. وقتی که شما به اینجا رسیدید، اشاره می دهید، نگاه می کنید و در یک موقع مساعد داخل می شوید. باید داشته باشید اگر ارادجات دیگر با سرعت تیز نزدیک به شما می باشند، شما باید صبر کنید و بگذارید که آنها از پلوی شما بگذرند و بعدا داخل شوید. و اگر ارادجات آهسته تر از شما در حرکت می باشند، شما می توانید که سرعتتان را تیز کنید و قبل از آنها داخل به اتوبان شوید. وقتی که شما از اتوبان خارج می شوید، باید اول نگاه کنید به ترتیب زیل. به شیشه عقبی جلویتان، شیشه دست راست و بالای شانه‌تان به زاویه مرده بعدا اشاره بدهید و وقتی که شما داخل سرک خروجی شدید، می توانید برای کم کردن سرعت گاز را رها کنید و یا اینکه بریک بگیرید. شما باید 300 متر قبل از سرک خروجی اشاره بدهید. جای شما در اتوبان همیشه به سرک راست می باشه. شما تنها در وقت سبقت
به سرک چپ می روید. اول 1200 متر قبل، بعدا 600 متر بعد که شما در اینجا دیده می توانید، و بار سوم برد 300 متر قبل از سرک خروجی نشان داده می شود. در اینجا شما باید اشاره برآمده نبتیم. شما اجازه ندارید که از خطهای کشیده بگذرید و یا ای که بالای سرک اضطراری به حرکت ادامه بدهید. این سرک خروجی است. در اینجا شما می توانید سرعتتان را کم کنید. و وقتی که شما از این نقطه گذشتید می توانید که اشارهتان را خاموش کنید. این برد ختم اتوبان نشان می ده. سرک و جاده. سرک را در زبان آلندی رای ستروک می گویند و جاده را رایبان. نقطه A سرک است و نقطه B رایبان. در شهرها در پالوی جاده اکثرا یک سرک و یا یک پارک برای وقات عاجل به سمت راست جاده قرار دارد. شما از این سرک استراری و یا پارک می توانید به طور موقتی برای وقات عاجل استفاده کنید. این را به زبان آلندی فلوخت هاون یاد می کنند. در اتوبان در راسترین سمت جاده یک سرک برای واقعات عاجل می باشد. این سرک که استراری را به زبان آلندی فلوخت ستروک یاد می کنند. سرک استراری از سرک های دیگر توسط خط کشیده جدا می شود. شما تنها در صورت وقعات عاجل از این سرک می توانید استفاده کنید. در اتوبان هایی که شما اجازه دارید از سرک اضطراری استفاده کنید، توسط این برد نشان داده می شود و این را به نام سپید ستروک یا سرک ازدحام یاد می کنند. اکثرا در پایین تابلو نوشته می باشد که در کدام اوقات مشخص و یا اینکه در بالای اتوبان چراغ بالای سرک اضطراری سبز می باشد. سرک بس و بس شهری. در بسیاری از شهرهای آلند سرک بس و بس شهری از سرک مترو عادی جدا می باشد. شما سرک بس و بس شهری را از روی خطهای جاده و نشته بوس و یا لاین بوس شناسایی کرده می توانید. در ضمن راننده های تاکسی هم می توانند از این سرک استفاده کنند. دیگر راننده ها اجازه ندارند که از سرک بوس و یا لاین بوس استفاده کنند. سرک بایسیکل. سرک بایسیکل جدا از سرک مترو است. سرک بایسیکل از سرک مترو توسط خطهای کشیده و یا شکسته جدا می شود. وقتی که سرک بایسیکل توسط خط کشیده جدا شود، شما اجازه ندارید که بالای سرک بایسیکل رو حرکت کنید. و اما در سرک بایسکل با خطهای شکسته، اگر موتر از مقابل می آید، شما می توانید که بالای خط بایسکل را دوری کنید. وسایل نقلیه. در این تصویر شما سنورفیس یا بایسکل برقی را می بینید. سنورفیتس نمی تواند تیزتر از 25 کیلومتر در ساعت حرکت کند. راننده های سنورفیتس مجبور نیستند که کلا یا هلم بپوشند. سیومی شما موتر میوبین را می بینید. موتر میوبین
نمیتواند بیشتر از 45 کیلومتر در ساعت حرکت کند و عرض موتر معیوبی نباید بیشتر از 1 متر و 10 سانتی باشد. موتر معیوبی 4 تیر دارد و به همین منظور راننده های موتر معیوبی باید قانون موترهای تیزرفتار را مراعات کنند. در این تصویر شما ترام را میبینید. ترام در چرایی های یکسان همیشه حق اولیت دارد. در این تصویر شما سگوی را میبینید. کسانی که با سگوی رانندگی میکنند باید حداقل 16 سال یا بزرگتر از 16 سال باشند. سگوی میتواند با سرعت 25 کیلومتر در ساعت حرکت کند. کسانی که با سگوی رانندگی میکنند باید با تلفن صحبت نکنند و پلوی هم در حرکت نباشد. در این تصویر شما برونفیتس یا موتورسیکل خرد را میبینید. برونفیتس نمیتواند تیزتر از 45 کیلومتر در ساعت حرکت کند و راننده های برونفیتس مجبور هستند که کلاه و یا هلم بپوشند. در این تصویر شما موتر تیزرفتار را میبینید. در این تصویر شما موتر کمپینگ را میبینید که جای برای نشستن، غذا خوردن و استراحت کردن دارد. در این تصویر شما موتر پلیس، موتر امبولانس و اتفایه را میبینید. وقتی که آلارم و چراغ این سه موترها روشن باشد، اینها همیشه حق اولیت. و وقتی که چراغ و آلارمشان خاموش باشد، مثل موترهای عادی میباشند. در این تصویر شما قطار جنازه را میبینید. موتر اول جنازه همیشه رنگ سیاه دارد و آراسته با بیرق سیاه با سه خط می باشد. در چرایی های یکسان موتر جنازه حق اولیت دارد. در این تصویر شما قطار نظامی را می بینید. موتر اول قطار نظامی دو بیرق آبی دارد و موترهای بعدی به سمت راست موتر یک بیرق آبی دارند و موتر آخر قطار نظامی یک بیرق سبز دارد. در ترافیک شما اجازه ندارید که قطار نظامی را قطع کنید. این موتر باربری یا فرخت اوتو است. این موتر مسافربری که همچنان به نام تیبوس یاد می شود است و این بس شهری است. وزن این اراده‌جات بیشتر از 3500 کیلوگرم می باشد و برای دریوری این اراده‌جات شما یک لیسانس علیحدہ ضرورت دارین. این موتر کار و یا به زبان آلندی بستل اوتو است و این موتر تیزرفتار به ترکیب تریلر می باشد. عد اکثر سرعت در جاده های مختلف توسط وسایط نقلی مختلف فرق می کند. موتر تیزرفتار، موتر کار، موتر کمپینگ تا 3500 کیلوگرم و موتورسیکل در داخل منطقه مسکونی عد اکثر با سرعت 50، خارج منطقه مسکونی با سرعت 80، در شهرها 100 و در اتوبان با سرعت 130 کیلومتر در ساعت می توانند حرکت کنند. تیبوس در داخل منطقه مسکونی با سرعت 50، خارج منطقه مسکونی با سرعت 80، در شهرها با سرعت 100 و همچنان در اتوبان 100 کیلومتر در ساعت می باشد. عد اکثر سرعت برای موتر تیزرفتار، موتر کار، موتر کمپینگ تا 3500 کیلوگرم و موتورسیکل با تریلر در داخل منطقه مسکونی 50، خارج منطقه مسکونی 80، در شهرها 90 و همچنان در اتوبان 90 کیلومتر در ساعت می باشد. پس وقتی که این اراده‌جات به ترکیب تریلر باشند، سرعتشان آهسته تر می باشد. عد اکثر سرعت برای موتر باربری، بس شهری، موتر کمپینگ
و عراضجات با ترکیب تریلر بیشتر از 3500 کیلوگرم در داخل منطقه مسکونی 50، خارج منطقه مسکونی 80، در شهرها 80 و همچنان در اتوبان 80 کیلومتر در ساعت می باشد. برونفیچ و موتر مایوبین در داخل منطقه مسکونی با سرعت عد اکثر 45 کیلومتر در ساعت و همچنان در خارج منطقه مسکونی با سرعت 45 کیلومتر در ساعت می توانند حرکت کنند. بایسیکل برقی در داخل منطقه مسکونی با سرعت عد اکثر بایسیکل برقی با سرعت 25 کیلومتر در ساعت در داخل منطقه مسکونی و عراضجات کشاورزی با سرعت عد اکثر 25 کیلومتر در ساعت می توانند در داخل منطقه مسکونی و خارج منطقه مسکونی حرکت کنند. این سه کاتگوری آخر اجازه ندارند که داخل شهرها و یا اتوبان شوند. کنترل موتر. قبل از اینکه شما حرکت کنید باید داخل و خارج موتر را کنترل کنید. قابل تذکر است که در آلن در جریان امتحان عملی قبل از حرکت از شما سوال در باره کنترل موتر پرسیده می شود و شما باید قادر باشید که این سوال ها را جواب بدهید. شما باید تایر موتر، بریک های موتر، بطری، چراغ ها، روغن و آب موتر را کنترل کنید. تایر موتر، عمق تایر موتر باید 1.6 میلی متر باشد. شما در اینجا عمق و یا ضخامت تایر را میبینید. نیچه تایر باید برای جلوگیری از درآمدن گرد پشت داشته باشد. تایر باید هوای کافی داشته باشد و در ضمن خرابی داخلی و ظاهری نداشته باشد. شما باید چراغ‌های موتر را هم کنترل کنید. تمام چراغ‌های موتر فعال باشند و شیشه موتر درز و یا شکستگی نداشته باشد. در ضمن بریک‌های موتر هم باید فعال باشند. زیر کپ موتر شما باید روغن بریک را کنترل کنید که نباید بیشتر از ماکسیمم و کمتر از مینیمم باشد. در ضمن شما بطری موتر را کنترل کنید و همچنان شما باید روغن موتر را کنترل کنید و به موقع تبدیل کنید. در ضمن شما باید آب ماشین موتر را کنترل کنید که نباید بیشتر از ماکسیمم و کمتر از مینیمم باشد و همچنان شیشه پاک کن موتر آب کافی داشته باشد. قبل از حرکت شما باید آینه عقبی موتر را قسم عیار کنید که شما سرک عقب موتر را کاملا بتوانید ببینید. شیشه چپ و راست موتر را قسم عیار کنید که شما تنها ایسه آخر موتر را ببینید و بقیه جاده را. وقتی که شما موتر را روشن می کنید چراغ سویش برد موتر باید فعال باشد. در ضمن سرسنج موتر باید فعال باشد. این چراغ شهری یا استاتلیخت است و این چراغ دیم است. شما وقتی که حرکت می کنید باید چراغ دیم را روشن کنید. استاتلیخت را تنها وقتی روشن کنید که خارج از منطقه مسکونی توقف می کنید تا دیگر راننده ها شما را بتوانند ببینند. این دو چراغ غبار هستند. در صورتی که ساحه دید نظر به خرابی هوا کم می باشد شما می توانید چراغ های غبار را روشن کنید. شما حرارت موتر را توسط این سویچ ها عیار کرده می توانید. وقتی که شما داخل موتر می شوید باید با پای چپ به کلچ فشار بدهید. اگر شما با آسانی کلچ را توانستید فشار بدهید فاصله چوکیتان خوب است. پشتی چوکیتان باید لیس باشد. در زن کمربند را بسته کنید. برای محافظه بهتر پشتی سر بلندیش باید برابر بلندی سرتان باشد و اگر شما با مسافرین حرکت می کنید مسافرین در سیت پیشری و در سیت عقب باید کمربندشان بسته باشد. در ضمن شما دستتان را بالای شترینگ موتر دراز کنید. بند دستتان باید برابر به شترینگ موتر باشد.